سرخط خبرها. خواست دوباره امریکا از طالبان برای تن دادن به گفتگوهای صلح. وزیر خارجه امریکا میگوید طرح صلح حکومت به معنای تسلیم شدن طالبان نیست. تلاش پاکستان برای تامین منابع مالی هراس افغانان از معدنهای افغانستان. استخبارات پاکستان ولایت‌های معدندار افغانستان را در تیررس قرار داده است. چرا جاهای مشخصی در افغانستان به تهدیدات کشانده میشد؟ مثل ننگرهار، هلمند، بدخشان. چهارمین روز اعتراض‌ها در غزنی. هیئتی از کابل برای میانجیگری رفته. بخش‌هایی از بازار با همکاری نظامیان باز شده است. و هشدار امریکا به ایران. مایک پنس میگوید در صورت اصلاح نشدن برجام امریکا از این توافق خارج می شود. به نام خدا، سلام بر شما. عصرتان بخیر. به خبر 5:31 خوش آمدید. من درخشان صدیقی هستم. امریکا بار دیگر از گروه طالبان خواسته تا طرح صلح حکومت افغانستان را بپذیرد. معاون وزارت امور خارجه امریکا برای جنوب آسیا میگوید اکنون تصمیم به دست طالبان است، زیرا پیشنهاد صلح کابل کرامت طالبان را حفظ میکند و رئیس جمهور غنی خواهان تسلیم شدن طالبان نشده است. همزمان در حالی که تا هنوز طالبان پاسخ روشنی به پیشنهاد حکومت افغانستان نداده، شورای عالی صلح میگوید منتظر پاسخ طالبان و سپس آغاز گفتگوهای صلح است. گزارش میبینیم از سجاد محمدی. نزدیک به یک هفته از پیشنهاد طرح صلح حکومت افغانستان در نشست روند دوم کابل می گذرد. طالبان اما تا کنون پاسخ روشن و واضح به این پیشنهاد کابل ندادند. الیس ویلز، معاون وزارت امور خارجه امریکا برای جنوب آسیا می گوید که اکنون توپ در میدان طالبان است تا این گروه پیشنهاد صلح رئیس جمهور غنی را جدی گرفته و آن را بپذیرد. او گفته است که از پیشنهاد اشرف غنی به طالبان متعجب شده است. معاون وزارت امور خارجه امریکا تاکید کرده که این طرح صلح کرامت طالبان را نگه می‌دارد و رئیس جمهور غنی خواستار تسلیم شدن طالبان نشده است. دولت افغانستان به دقت خواستهای طالبان را گوش داده و به بسیاری از انتظارات آنها پاسخ داده است. من واقعا تصور میکنم که طالبان از پیشنهاد اشرف غنی که بسیار فراگیر و شجاعانه است و پس از حملات خونین طالبان به کابل مطرح شد غافلگیر شدند. ما از طالبان درخواست میکنیم این پیشنهاد دولت افغانستان را جدی بگیرند. توپ اکنون در زمین طالبان است. اما چرا تا کنون طالبان به طرح صلح دولت افغانستان که گفته می شود امتیازهای کلان هم برای این گروه در نظر گرفته شده پاسخ روشن ندادند؟ طالب یک پروژه است. جنگ اصلا جنگ پاکستان است. یعنی منبع اصلی جنگ در پاکستان است. تا زمانی که بالای پاکستان فشار قوی از طرف امریکا و جامعه جهانی وارد نشود که مراکز عمده که در پاکستان است او از بین نره و پاکستان وادار به این شود که طالبان را حاضر بکنه به مذاکره، تا او وقت ما گمان نمی کنیم که هر قدر طرح طلایی را شما پیش بکنیم و نتیجه نخواهد داد. همزمان اما شورای عالی صلح نسبت به پاسخ مثبت طالبان خوشبین است. آغاز پروسه مذاکرات صلح افغانستان انشالله امیدوار هستیم که به زودی باشه و ما منتظر هستیم که مخالفین مسلح نظام و طالبا که میگن افغان هستیم چی جواب میتن به صدای ملتشون. رئیس جمهور غنی چهارشنبه هفته گذشته در حضور نمایندگان 25 کشور و 3 سازمان جهانی طرح صلح با طالبان را مطرح کرد. طرحی که در برگرنده به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی، اجازه گشایش دفتر این گروه در کابل و یا یک کشور اسلامی بی‌طرف، آزادی زندانیان طالبان و حذف نام سران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد است. پاکستان تلاش دارد منابع مالی هراس افغانان را از معدنهای افغانستان تأمین کند.
وزارت دفاع ملی هشدار می‌دهد که تهدیدهای شبکه استخباراتی پاکستان برای افغانستان بسیار خطرناک است. معاون سخنگوی وزارت دفاع کشور، وزارت دفاع ملی می‌گوید که ولایت‌های هلمند، ننگرهار، کنر، بدخشان و چند ولایت دیگر که معدن دارند زیر تهدید جدی شبکه استخباراتی پاکستان قرار دارد. گزارش می‌بینیم از بشیر احمد قاسمی. سالهاست که از مداخله پاکستان در افغانستان انتقاد می شود. اکنون معاون سخنگوی وزارت دفاع در اینجا در مراسم گرامیداشت از روز سرباز هشدار می دهد که تهدیدهای پاکستان در افغانستان به مراتب افزایش یافته و نظامیان پاکستانی در تلاش تامین منابع مالی ارسفگنان از معادن افغانستان هند. چرا جاهای مشخصی در افغانستان به تهدیدات کشانده می شود؟ مثل ننگرهار، هلمند، بدخشان و اورزگان، اینها به خاطر عزیز که در اینجا هم معادن بسیار زیادی هست و هم شیوه های کشت کوکنار را که اینها به افغانستان انتقال دادند، ادامه ازی باعث افزایش سرمایه برای پاکستان میشه. پیش از این ایالات متحده امریکا کمک های مالیش را به پاکستان به علت پشتیبانی از ارسفگنان قطع کرده است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان تا کنون هیچ گونه همکاری در کار مبارزه با ارسفگنی نکرده است. اینها همه منابعی است که پاکستان میداند که با موجودیت مافیایی که در منطقه فعال است و این فعالیت ها را اونها انجام میدن، میتونند افغانستان را ناامن و برای پاکستان قرائم به دست بیارند. به وار آگاهان منابع طبیعی افغانستان مورد توجه اکثر کشورهاست و ناامنی های افغانستان ریشه در این منابع دارد و انتظار می رود که در آینده نزدیک منابع طبیعی افغانستان سبب تامین امنیت در این کشور شود. دشمنای بیرونی افغانستان می خواهند که در کشور ما یک نظام قوی متمرکز که حامی منافع ملی افغانستان باشه به وجود نبیاید. حتی در تلاش ازی هستند که اگر قدرت‌های بزرگ جزایر قدرت در افغانستان ایجاد شود تا در آینده بتانند یکی را با واسطه دیگه مهار کنند و بالاخره بالای منابع ما به نوع دست بیابند که نظام ما قادر به جلوگیری از خرد و برد و دزدی و غارت نتانه شود. ما به کمک دنیا نیاز داریم. بدون کمک دنیا مشکل است بر مشکلات فائق بیاییم. ولی من میگم، به صراحت میگم که هیچ گاهی به کشور خارجی ما اعتماد نکنیم. چرا؟ هر کشور خارجی منافع ملی برایش اصل است. دیده شود که جنگ 40 ساله افغانستان که ریشه در مداخله های پاکستان دارد چه زمان پایان خواهد یافت و چه زمان پاکستان از پشتیبانی ارسفگنان دست خواهد کشید. یک هیئت به رهبری حسدالله وفا مشاور رئیس جمهور وارد غزنی شده تا تنش‌های به وجود آمده در این ولایت را حل کند. اعتراض برخی باشندگان ولسوالی قره‌باغ این ولایت وارد چهارمین روز شد و در این روز بازار شهر غزنی با حضور نیروهای امنیتی نسبتاً روی کار آمده، اما شهرهای کابل قندهار همچنان بر روی موترها بسته است. گفتگوها میان هیئت حکومت محلی با نمایندگان معترضان هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. از سوی دیگر نیروهای امنیتی در ولایت میدان وردک نیز به موترهایی که میخواهند وارد غزنی شوند اجازه ورود به این ولایت نمیدهند. برای جزئیات بیشتر این خبر همکار ما فیصل نوید را از ولایت غزنی می داشته باشیم، اما فعلا هم می پردازیم به خبرهای دیگر ما. برای و همچنان در یک خبر دیگر، برای دریافت 1600 بست 16000 جوان در هرات آزمون رقابتی کنکور را سپری کردند. نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات و خدمات ملکی این آزمون رقابتی را گام نخست برای نهادی نشدن قانون مداری در کشور می داند. همزمان والی هرات تاکید دارد که داوطلبان از راه این آزمون به گونه شفاف و بست هایی که می خواهند می رسند، اما برخی اشتراک کنندگان این آزمون از روند برگزاری و نظم این آزمون ناراضی هستند. فرهاد جویا همکار ما از هرات این گزارش را فرستاده.
به گونه مقیاسی میزان کار در هرات 10 برابر کمتر از شمار داوطلبان کار است. 16,000 دختر و پسر امروز برای رسیدن به بست‌های 5 و 6 در این ولایت آزمون رقابتی کنکور را سپری کردند. از میان این 16,000 تن 1,600 تنشان به این بست‌ها راه خواهند یافت. اولین قدم است در جهت قوام بخشیدن به دستگاه دولت افغانستان، به دستگاه حکومت افغانستان. چون قاعده دستگاه خدمات ملکی که شما مقطع ورودی شه به رقابت می‌پردازید و مخصوصاً خدمت مقدس معلمی از طریق اعتماد به نفس و اعتماد به خود داشتن صورت میگیرد و او تحرک به طرف بالا را خود به خود امی فرهنگ جدید میتونه از او طریق به وجود بیاره و اعتماد فرد با اداره میتونه ایجاد. والی هرات هم این آزمون رقابتی را راه برای نهادین شدن شایسته سالاری میداند. واضح است که چه تعداد از خارجین و جوانان ما در پی کار است و هر یکشان مستحق به ای هستند که در مسلک و در آنچه خودشان خود شایسته می دانند و مهارت دارند در امون رشته صاحب کار و صاحب آینده و کریر شوند و ای که داخل از این سیستم شوند بدون سفارش، بدون تلفن، بدون واسطه و بدون هر نوع راهکار غیر عادلانه انشاءالله که در این پروسه شامل است. اما برخی اشتراک کنندگان این رقابت از نظم و روند برگزاری آزمون انتقاد می کنند. از حکومت می خواهند که حق را به حقدار برسانند. این پروسه توزیع کارت و اعلان بستا که شده همه نامنظم و نامرتب بوده. امروز هم طبق که ما ببینین اکثرا کسایی که مطابق رشته خود رشته انتخاب کردن انتخاب نشدن. خواستم از امی مسئولای از امی بزرگاین که حق بغدار برسونم، یعنی امو کسی که زحمت میکشه امو حق خود خور بگیره و حق بغدار برسونم. بیش از 10,000 اشتراک کننده این آزمون رقابتی زن هستند که در 3 روز این آزمون را سپری میکنند. وزارت مالیه و سفارت سوئیس موافقتنامه ای را امضا کردند که بر بنیاد آن کمک های درازمدت سوئیس در افغانستان تضمین می شود و از این پس این کشور بیشتر در بخش های فنی و مالی کابل را کمک خواهد کرد. سفیر سوئیس می گوید که کشورش در بخش های کشاورزی، انکشاف دهات و صلح افغانستان را کمک می کند. از سوی هم وزیر مالیه می گوید که در سال آینده نشست بین المللی با سطح وزیران درباره افغانستان در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. و قبل از اینکه گزارش از تمیم شهیر در رابطه با همین موضوع داشته باشیم، همکار ما فیصل نوید را از ولایت غزنی با خود داریم و جزئیات بیشتر را در رابطه با وضعیت غزنی میپرسیم. فیصل، میخواهیم که آخرین جزئیات را از غزنی برای ما بدی که چقدر وضعیت تغییر کرده و وضعیت حالا چگونه است در غزنی؟ عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و بیننده‌های خوب تلویزیون یک. امروز 4 روز اعتراض باشندگان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی در ولایت جریان داشت و شورای عمومی کابل کندهار در 2 قسمت ولایت غزنی برای ترافیک مسدود بود، البته در قسمت مرکز غزنی و دورای موشکی ولسوالی قره‌باغ. اما بازار غزنی نسبت به روز گذشته پررنگتر بود، بیروبار مردم زیاد بود به خاطر اینکه حکومت نیروهای امنیتی بیشتر را به خاطر مطمئن شدن مردم از تامین امنیت و اینکه کدام جنجال در شهر برپا نمیشه نیروهای بیشتر را در چهارراه‌ها و جاده‌های شهر غزنی توضیح کرده بودند و به خاطر بازار غزنی امروز فعال بود و مشکل در بازار غزنی نبود. فیصل، امروز هیئتی هم به غزنی فرستاده شد تا این موضوع را حل و فصل کنه. از دیدارهای این هیئت با مقامات محلی چه میدانیم و نتیجه این دیدارها چه بوده؟ یک هیئت حکومتی با سرپرستی اسدالله وفا وزیر مشاور رئیس جمهور قبل از ظهر امروز وارد غزنی شدند و در نخست دیدار داشتند با رهبری محلی حکومتی غزنی و پس از آن بعد از چاش با نماینده‌های معترضین در حرمسرای غزنی دیدار داشتند و پس از 2 ساعت گفتگوها به یک موافقتنامه 7 ماده‌ای دست یافتند که در اون موافقتنامه بر مورد چون خلاص شدن یا هم
رهایی دو نفر که به دست روبندگان از در ولسوالی قره‌باغ و او تاکید شده و معترضین هم گفتند که اونا شهرها را بازگشایی میکنند، شهدایشان را به خاک میسپارند. و همچنان دیشب حمله که بر یکی از خیمه های معترضین در شهر غزنی شده به او هم رسیدگی میشه. و همین اکنون که من با شما صحبت میکنم، همین هیئتی که از کابل آمده با جمعی از نمانده های معترضین به طرف خیمه اعتراض کنندگان در حرکت بودند و تا لحظات دیگر گفتند که ما شهرها را برای ترافیک باز میکنیم. فیصل، قسمی که خودت از چندین روز این موضوع را از نزدیک از غزنی دنبال میکنی، چه فکر میکنی چقدر زمان بر خواهد بود با توجه به این که این مشکل از گذشته های دور هم میان این دو روستا و دو قم وجود داشته، چقدر زمان بر خواهد بود و چقدر میشه برای حل شدن به گونه کلی این موضوع خوشبین بود؟ خب در روز نخست هم نماینده های معترضین با مقامات محلی غزنی به یک سلسله توافقات دست یافتند و قرار بر این شد که شهرها در امروز روز نخست دوباره برای ترافیک بازگشایی شود. اما آنچه که مخالفت اعتراض کنندگان با این موافقتنامه بود، شهرها بازگشایی نشد و چنانچه شما هم شاید هستید 4 روز دیگر همی شهرها بسته ماند. و حالا هم نماینده های معترضین دوباره به خیمه برگشتن و تا نیم ساعت و یا هم یک ساعت دیگر روشن خواهد شد که آیا این موافقتنامه 7 ماده‌ای که امروز بین اینا به امضا رسیده آیا واقعا 100% عملی خواهد شد یا خیر. سپاس از خودت. همکار ما فیصل نوید از ولایت غزنی بودند که جزئیات بیشتر را با ما و شما شریک ساختند. و حالا هم گزارش می‌بینیم از تمیم شهیر در رابطه با تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت مالیه و سفارت سوئیس به امضا رسیده. موافقتنامه که کمک های سوئیس را در افغانستان در دراز مدت تضمین می کند و نیاز به تاییدی پارلمان این کشور نیز ندارد. وزارت مالیه می گوید که بر بنیاد این موافقتنامه کمک های سوئیس در کشور تنظیم می شود و این کشور در بخش های کشاورزی، حقوق بشر و آوردن صلح افغانستان را یاری خواهد رساند. افزایش همکاری های اقتصادی و توسعه دو کشور نیز وابسته به این موافقتنامه است. این موافقتنامه امضاش در تحکیم روابط دو جانبه ما در آینده بسیار مؤثر تمام خواهد شد و من یقین دارم که در روی کاغذ نمیمانه. سفیر سوئیس تعهد میکند که کمک های کشورش در بخش های ملکی به افغانستان ادامه خواهد داشت. ما همکاری دراز مدت با این کشور داریم و قصد بودن و کمک را در اینجا داریم. ما در بخش ملکی، کشاورزی، انکشاف دهات و حقوق بشر افغانستان را کمک میکنیم. به تعقیب نشست بروکسل، حالا انتظار میرود یک نشست جهانی دیگر برای افغانستان در ژنو سوئیس برگزار شود. وزیر مالیه تاکید دارد که هدف از برگزاری نشست در ماه نوامبر پیگیری تعهدات دو جانبه افغانستان و جامعه جهانی است. کنفرانس بین المللی دیگر به سطح وزرای انکشافی و وزرای خارجه تمام کشورها، کشورهای دوست ما، کشورهایی که ما را در طول 16 سال کمک کردند، و تعقیب کنفرانس بروکسل که 2 سال پیش داشتیم در ژنو با مشارکت ملل متحد و با میزبانی دوستای سوئیسی ما در ژنو، در اونجا ما این کنفرانس را دایر خواهد کردیم. سوئیس در نشست بروکسل 104 میلیون دلار به افغانستان تعهد کرد و سالانه این کشور به افغانستان 35 میلیون دلار کمک می کند و بیشتر در بخش‌های ملکی هزینه می شود. در ادامه مهمترین ها هم، نزدیک به 250 بانو پس از سپری کردن دوره کارآموزی با عنوان دادستان معرفی می شوند. این بانوان کارآموز به گونه عملی 6 مرا در ولایت هایشان همکار دادستان ها بودند و پس از یک آزمون رقابتی بسیاری از این بانوان به عنوان دادستان به کارشان ادامه می دهند. دادستان کل نقش این بانوان را در بسیاری از ولایت ها اثرگذار می داند و می گوید که این نهاد برای بلند بردن ظرفیت کارکنان این اداره و نیز جلب بانوان دادستان برای تامین عدالت در کشور متعهد است. گزارش می بینیم از اماد روستایی. دانش آموخته های حقوق و شرعیات از دانشگاه های کشورند. 6 ماه را به عنوان همکار دادستان کار کرده و کار عملی را در محله ها و ولایت هایشان به تجربه گرفتند.
دادستانی کل میگوید که از میان 3000 بانو آنان در مرحله نخست توانستن نزدیک به 250 تن را پس از یک آزمون رقابتی به مدت 6 ماه آموزش دهند و حالا قرار است این بانوان آموزش دیده به عنوان دادستان استخدام شوند. هیچ نوع واسطه وسیله در این پروسه قابل قبول نیست. دیگه امیدوار هستم هیچ کس با هیچ کس واسطه نکنه. همون چیزی که در پارچه است میشه که مطابق همون ما اجرات خود بکنیم و این خواهش از تمام کارآموزای عزیز دارم که در این پروسه حضور یافتن. امیدوار هستم که افرادی رو ما شناسایی بکنیم که در آیت کاری اما اصل شایستگی در اینجا رعایت شود. دادستان کل حضور و نقش این بانوان را به عنوان دادستان در بخش‌های دوردست کشور مهم می‌داند و از اینان انتظار دارد تا برای تأمین عدالت و جلوگیری از خشونت با زنان تلاش کنند. از امو ولایاتی که دشمن هر شب خواب سقوط از او را می‌بینه، از امو ولایات خانما، دختر خانما با اراده، با قاطعیت و با انرژی به خاطر تأمین عدالت آمدند. آمادگی خود را برای گسترش حاکمیت قانون، برای تأمین عدالت، برای تأمین حق دسترسی زنان، اطفال و سایر مردم افغانستان که برای عدالت نیاز دارند، امروز به نمایش می‌گذارند. این بانوان از نخستین کارآموزانی هستند که پس از یک آزمون رقابتی به عنوان دادستان گماشته می شوند. دادستان کل می گوید تلاش دارند تا ظرفیت و توانایی کارکنان این اداره را بالا برند. اداره لوی سارنوالی هم با امو امکانات و فرصتهایی را که در اختیار خود دارم از این به بعدم متعهد هست برای ظرفیت سازی، برای بالا بردن سطح دانش و توانایی همکارای ما در تمام اداره و به خصوص در رابطه با شما. این برنامه با کمک مالی اداره توسعه سازمان ملل متحد و در همکاری با بنیادها سیار راه اندازی شده است. دمی ظرف 8 ماهی که ما دمی کارآموزی دولت خودم باعث کارآموزی اشتراک کرده بودم یا کار میکردم باعث کارآموز دیدم که یعنی حضور خانم دولت ما هیچ، یعنی یک خانم سارنوال داریم که دیگه یعنی کلشان طبقه ذکور میباشن، یعنی ما نمیتونه یک خانم که علی از خشونت شده که تمام اموخته هایی که شخصی که داره و یا امو خشونت کشه نمیتونه با یک مرد تمام شه بگویم، میتونه با یک زن به راحتی تمام مشکلات خود بگه. ما به صورت سارنوال مسلکی کار رسمی خود در اینجا شروع میکنیم، در صورت کسایی که در امتحان نمرات بالا رو بگیره، ولی متاسفانه میگن تعداد محدود جذب میشه. ما میخوایم که از لوی سارنوال صاحب که همین تعداد محدود نباشه و فراگیر باشه و همگی جذب شوند. به دلیل سنتی بودن جامعه، نبود دادستان زن در بسیاری ولایت ها از کلانترین چالش ها برای شهروندان کشور در روستاهایشان است، چیزی که حتی نبود دادستان زن در برخی از ولایت ها کارکرد نهادهای عدلی و قضایی را زیر پرسش برده است. در بخش ورزش هم ملی پوشان کرکت افغانستان امروز در بازی دوم از رقابت های راهیابی به جام جهانی در برابر زیمبابوه به میدان رفتند. تیم ملی ویلچر بسکتبال بانوان کشور هم دومین پیروزیشان را در برابر لاوس رقم زدند و در لیگ جزیره شیاطین سرخ به برتری رسیدند. میبینیم از ظاهر نوری. تیم ملی کرکت کشور در دومین بازی از رقابت‌های راهیابی به جام جهانی امروز با مسافه زیمبابوه به میدان رفت. بازی را نخست زیمبابوه آغاز کرد. در 43 آور تمام بازیکنانش را از دست داد و برای افغانستان 197 دوش هدف تعیین کرد. ملی پوشان افغانستان در بازی سوم تا دو روز دیگر در برابر هنگ کنگ به میدان می‌روند. در بازی نخست افغانستان در برابر اسکاتلند شکست خورده بود. تیم ملی ویلچر بسکتبال بانوان کشور امروز دومین پیروزیشان را در برابر لاوس رقم زد. در ادامه مسابقات راهیابی به بازی‌های المپیک آسیایی اندونزیا، بانوان ملی پوش ویلچر بسکتبال کشور به مسافه لاوس رفتند که این بازی را با نتیجه 40-16 به سود خودشان به پایان رساندند. تیم بانوان کشور دیروز در برابر هندوستان به پیروزی رسیده بودند. قرار است بانوان معلول کشور در سومین بازیشان پس فردا به مسافه تایلند میزبان این رقابت‌ها بروند. سرویس خبری 5:30 هم در همینجا با پایان رسید. ممنون که با یک همراه بودید. بقیه شبتان خوش.